بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام خدمت شما شاگردای خوب و نازنین صنف دوازدهم امیدوار هستم که خوب و خوش و سر باشین و پر از انرژی باشین دوستای عزیز به ادامه درس های ما رسیدیم به فصل سوم در مورد کاربرد مشتق بحث میکنیم بیان دوستا از اسلاید ببینین فصل ما را رسیدیم به فصل سوم که درس سی و ششم ما و شما میشه درس امروز ما مربوط میشه به موارد استعمال مشتق دوستان میخوام راجع به این گپ که مشتق در کجاها استفاده میشه چی کاربردهایی هایی داره که مطمئنا شما کم کم بهش معلومات دارین خصوصا در رشته های انجینری انجینری برق باشه سیول باشه در قسمت پل سازی در جاهای مختلف کاربرد داره زیاد کاربرد دوستان شما بخیر برین پانتون پا نظر برشته ایدان باز کاربردهاش میخواین اما فعلا در مکتب ما شما در کجاها کاربرد مشتق میبینیم در فیزیک است مثلا در فیزیک در بخش حرکت ها. تعجیل معادله، سرعت، هر کدامش رو بخوایم تبدیل کنیم دیگه شما که از سال فیزیک خانده این از اون مشتق میگرفتن و تبدیل میشد یک معادله به معادله دیگر و همچنان در کیمیا داریم در تحولات, در تحولات مواد یا در تحولات توابع یا معادلات کیمیایی و همچنان در خود ریاضی هم استفاده میشه ما شما در لیمیت از مشتق استفاده میکردیم کم کم استفاده کردیم در آینده استفاده بیشترش میبینیم اشکال ما هم صفر بر صفر لایتانوی بر لایتانایی را توسط مشتق میتونستیم از حالت ما هم بکشیم بیرون این کاربرد های مشتق است و اما به شکل کلی درس امروز ما این است که چطور میتونیم بعضی تحولات تحولی را بررسی کنیم یا پیدا کنیم این کارهای مشتق است میایم بریم از سمت ادامه درس ما در شما موارد استعمال مشتق خب دوستا درس امروز ما و شماست در مورد ارتفاع شکل مقابل نظر خود را بیان کنید اینجا دوستا ما یک تیاره رو میبینیم گراف محور x و محور وای داریم اینجا یک تیاره است دوستا شما میفهمید وقتی که تیاره باشه بخوای حرکت کنه اول از باند همو فرودگاه هر جایی که است میخوای بره بالا بالا میره بالا میره بالا میره یک نقطه اوج میرسه گازی بالا نمیره بعد پیش میره پیش میره میگیم پیش, پیش, پیش میره تا یک جایی تا که به مقصد خود برسه وقتی به بر مقصد خود رسید میای به سمت چی پایین یعنی قسم بالا بیا 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 این دست ما تیار است یک جای رسیدم باز پیش میرم این قسم و پس فرود می فرودگاهی که هست پس چه قسم یک صعود داره و یک دا جایی صفر میشه پس نزول مثل از که شما سر کو یا تپه بالا میشن میرین پیش پیش بالا میشین در قله کو یا سر تپه میرسین بعد می پایین چی تحولات اینجا صورت گرفته تابه سودی بوده متزاید بوده متناقض شده در خود قله چی گپاست در جریان راه چی گپاست این تابه چی وضعیت هایی داشته کل شکی بررسی میکنه مشتاق خب دوستان، این مورد استفا... استفاده است که مربوط میشه بچی بررسی تحولات یک تابع دوستان بیاین روی تخته پیش من روی تخته بیاین یکم عکس زدن میخوایم بعضی تحولات تابه رو ما بررسی کنیم مثلا اگر ای باشه سیستم کمیات وضعی قایم با محور x باشه محور وای باشه اینجا ما یک گرافی مدنظر نظر میگیرم مثلا به این شکل به این شکل است یک گراف است یک گراف است کم کلانتر بسازم بس بشه به این شکل آه. یک گراف است خب چی چیزهای دوستا اینجا میبینید شما اگر ما در این قسمت یک خط مماس رسم کنم خط مماس ما سودی است یعنی این قسمت تابع ما متضاید است هر چی قیمت های X زیاد بسازم وای هم چی میشه زیاد میشه این قسمت چی گپ این قسمت اگر یک ماس هست کنم، باز هم خط مسعودی است یعنی اکس ها را زیاد بسازم وای ها زیاد بشه خواندیم با افزایش قیمت های اکس اگر وای ها هم افزایش پیدا کنه میگم سعودی است در حال زیاد شدن است اینجا دوستا چی نظر دارین در این قسمت این قسمت اگر من مماسم من یعنی چی یعنی اگر من های X زیاد قیمت های وای برعکس کم هم شده میره با زیاد شدن x اگر نتیجه شد وای ها زیاد میشه بگو سود کرد با زیاد شدن x اگر نتیجه شد وای ها کم شد بگو نزول کرد خب دوستا پس یک جای سود داریم یک جای نزول داریم با سود داریم در این قسمت ها چی اینجا دوستا خط فقیر رسم میشه اینجا میخوای با سیار رسم کنم که کسر خط نخوره اینجا هم دوستا پایین رسم شد از اول کم بالاتر رسمش میکنیم آن بالاتر فرض کنیم با این اینجا با این خواستیم. و یه تو تا خط و سات اینجا خط و, سا و اینجا خط سیاه این هم دلیم که سیاه رنگ کنه دو تا خط سیاه این دو تا خط سیاه چی وضعی داره؟ افقی هستن خط افقی میلشی هست سفر خب دوستا این که پایست که ما شما راجع به میل میفهمیدیم اما مشتقی در چه قسم ما, ما بیان کردم میتونه؟ بریم دوستا تحلیل مشتقش انجام بدیم که درسی که مروز از صنف دوازده میشه ما شما با, با افزایش قیمت های اکس وای در صنف ده تعیین میکردیم که تابع سعودی است نزولی است مایلش چه قسمی است اما من به سمت مشتق درس امروز ما است که تحولات تابع با مشتق بسیار ساده و آسان پیدا کنیم دیگه نیاز نباشه که ما قیمت های اکس کم زیاد بسازم خب پس چی چیکار کردیم میتونیم گپی که دوستان اینجا بسیار مهم است ما این خوانده بودیم دلتا وای بر دلتا اکس می مایل ای ام یعنی چی؟ ام, دو ام یعنی چی؟ ام یعنی که مایل است مایل تابه را به چی نشان بتیم؟ به ام چی قیمت داد دلتا وای و دلتا اکس تغییرات وای نظر و تغییرات اکس این مایل تابه است بله درست از هیچ مشکل ندارم کدش اینو با شما خواندیم کاملا یاد داریم و همچنان ای با برتان گفته بودم اف زبر اکس اف زبر اکس مشتق اول تابه از یک تابه مشتق میگی تا به یک متحول داره مشتق بگیرم به من چی میداد معادله مایل میداد قیمت من نقطه من نخم میلش پیدا میشد خب درست است مشتق ما چی داده مشتق اول یعنی مایل. دلتا وای بر دلتا اکس یعنی که مایل. از دلتا وای بر دلتا, دلتا ایکس لیمیت بگیرم اون مشتق میشه این گپا رو ما شما خوانده ایم یک مروری میکنیم گذشته های ما را خب دوستا حالا گپ ما است در جاهایی که تابع سودی است x ها زیاد میشه وای ها زیاد میشه اینجا x ها زیاد میشه وای ها زیاد میشه این تا اینجا سودی است سودی باشه یعنی چی یعنی مایل ما مایل ما مثبت بزرگتر از صفر اینجا هم چی اینجا مایل ما مثبت بزرگتر از صفر است تا سودی بزرگتر از صفر x ها زیاد وای ها زیاد در جاهایی که تابع ما نزولی است این قسمت این قسمت این, سا... این وسط اینجا خط افقی نزولی آمدند در حال کم شدن است متناقص است یعنی چی اکسا زیاد وای ها کم مایل منفی گفته میشه مایل منفی یعنی چی یعنی ام کوچکتر از صفر خو درست است در جاهایی که خطای سیار رسم کردیم اینجا چی گفت خط افقی است خط افقی یعنی مایل وجود نداره صفر است مایل ما اینجا شان میشه مایل مساوی میشه با صفر اینجا هم مایل مساوی میشه با صفر این گپ هایی که ما شما میفهمیدیم حالی میخوایم از طریق مشتق براتون بیان کنم بیاین دوستا بیاین دوستا قصه اصلی ما اینجاست میخوایم از طریق مشتق براتون بگیم مایل مثبت سعودی پس دیگه مایل مثبت نمیگم میگم اگر اف زبر ایکس مشتق اول تابع مثبت شود. بزرگتر از صفر شود. تابع ما چی هستن متزاید است یا سعودی است متزاید یا نام دیگه چی هست نام دیگه چی سعودی دوستا و اگر اف زبر اکس کوچکتر از صفر شود دهی صورت تابع ما چی هست متضاید نیست متناقص است متناقص نام دیگه چی است نام دیگه چی باشه نزولی خب دوستا پس در جایی که مشتق مثبت سعود متضاید در جایی که مشتق منفی متناقص یا نزولی است تابع این رو فهمیدیم خب اگر دوستا مشتق اول تابع مصری و صفر قرار بتیم چی اتفاقی میفته در جاهایی است که مایل چی میشه صفر میشه اینجا مایل صفر است اینجا مایل صفر است یعنی نقاط من نیمه مکزیمان باید آمه یه اگر که باز درست اما در کل چی میگیم؟ اینجا رست میگیم در جایی که مشتق اول تابع صفر شوه نام چی یاد میشه؟ رست گراف یا راست تابع رأس گراف تابی اگر گراف را رسم کنیم بخوایم را پیدا کنیم مشتق اولش مصیبه صفر قرار بده مشتق اول مصیبه صفر چی پیدا میشه رست گراف تابی ما پیدا میشه مثلا دوستان اینجا گراف ما رسم میکنم متوجه باش متوجه باش گراف ما مثلا باشه محور x ما این باشه محور وای یک تابی رو نظر میگیرم مثلا یک پارابول رو نظر میگیرم این پارابول است خب این پارابول است دلیل من یک پارابول دیگه رسم میکنم اینجا یک پارابول دیگه هم رسم, رسم میکنم اکس باش وای باش پارابول رسم میکنم که به این شکل باشه خالص. دو تا پارابول رسم کردم این قسمت ها را اگر خوب ببینین این قسمت ها رو خوب ببینین نزولی است یعنی از من فیلای تا به این قسمت که نامش است رس اس اکس اینجا هم نامش است رس اس اکس. تا به اس اکس. تا در حال چی از نزول 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 تا اینجا نزول خب بس نزولی باشه مایل ما دیگه مایل نمیگم دیگه ام نمیگم اف زبر اکس میگم اف زبر اکس ما کوچکتر از صفر است سودی نزولی است این قسمت اف زبر اکس ما بزرگتر از صفر مثبت است اینجا چی گپ اینجا دوستا خط رسم کنم در این نقطه افقی رسم میشن این خط افقی یعنی چی خط افقی یعنی مشتق اینجا صفر شده مایل ما صفر شده محل سفارش ها نامش چی میمانم؟ نامش میگم رس، راست گراف است خب قبول دارم، این رس است حالا گپ مده کجاست؟ خب این قسمت هم میبینم من توبه در حال سعودی است، میره بالا زیاد شده، میره اکسا زیاد شده وای ها هم زیاد میشه، یعنی چی؟ یعنی که مایل مثبت از دیگه مایل نمیگم دیگه ام نمیگم آماده مشتق میخونی چی میگی اف زبر اکس اف زبر بزرگتر از صفر بشه خوبش دوستا این طرف چی گپ واس من چی نگم خودت بگو چی گپ واس اف زبر کوچکتر از صفر نزول است اف زبر کوچکتر از صفر نزولی است مشتق منفی مایل منفی مایل منفی تابی نزولی خب اینجا چی گپ واس اینجا راست است اس ایکس است راست است خب دوست اینم واضح شد یک گپ مانده بین ما و شما مشتق اول مساوی با صفر قرار بده چی بده اسمیاری میاری گراف رست ما دو دو حالت داره یا منیمم است یا مگزیمم یا ازغری است یا اعظمی کدامش است خب راست میگی راست میگی خوب سوال است خوب سوال است ما را پیدا کردیم نویت رأس را چه قسم بشناسم نویت رأس این رأسی که اینجا است قبول شد مشتق اول مسیب به صفر اینجا مایل صفر مشتق اول مسیب با صفر اینجا مایل صفر ده هر دوی قسمت ده هر دوی قسمت اف زبر اکس مسوی میشه چند صفر هم مربوط ای رس میشه و هم مربوط ایرس این خب پس برای دریافت رس مشتق اول مصیبه صفر قبول است نهایت شخص مفهوم که ای راست که منیمم است رس مین و اینجا رس مکسیم هم داریم راست مکس از دمی و از غریش از شافم دوستا بازم مشتق کار تا سالم تشویش نکو مشتاق خوب, بچه خوب بچه از خوب چیز از دوستا متوجه چه قسم نویتش از میگم F2 زبر X رو کنیم. از F2 X ما به چی میرسیم؟ به نوعیت رست. از F2 X ما نوعیت رست مشخص کرده میتونیم. چه خصوص نوعیت رست مشخص میگیم دوستان متوجهیم. F2 X اگر بزرگتر از سفر باشه و یا F2 X اگر کوچکتر از سفر باشه اگر بزرگتر از صفر بود f دو زبر x بزرگتر از صفر بود دستای گرافت به سمت بالاست <متحد> کدامش است؟ است دستا به سمت بالا چی میبینی؟ منیمه هم ما چی است؟ رأس از غری است یا بهش میگه منیمم است خب اگر f دو زبر کوچکتر از صفر باشه دستا پایین است دستا پایین است به این شکل دستا پایین رس چی میشه؟ رس مکزیمم میشه رس میشه اعظمی رس چی دارم؟ رس اعظمی دارم یا رس ما چی میشه؟ مکس میشه ای بود دوستا کل موضوع تحولات و جمبندی کردیم بعد بسیار عالی بسته بود دوستا پس متوجه مشتق قبل بزرگتر از سفر سودی کوچکتر از سفر نزولی مسوی به سفر رس رس مکسیومین مشتق دوم مشتق دوم بزرگتر از صفر از غری کوچکتر از صفر از زمین خلاص کل درس ما این بود درس ها کامل جمع کردیم فامیل دوستا. حال حال دوستان. حالا بریم به سمت حل سوالات خب دوستان میایم به سمت مثال اول ما بخیر مثال اول ما چی است نشان دهید که گراف تابع مثلا تا بنویسم f(x) مساوی x مکعب مثبت 3x مثبت یک همواره متضاید است یعنی همیشه متضاید است هر چی کنی متزاید می باشه خب برای از ما تشخیص بدم متضاید است یا متناقض چی کنم بریم پیش مشتق اول مشتق اول بررسی کنیم بیا از این مشتق بگی بسیار ساده و آسان خب از این مشتق بگی x مکعب میشه 3x مربع از 3 میشه از x میشه 3 خب گفته بررسی که با من بفهمان که همیشه چی است متزاید است خب است از جا فرمید میشه متزاید است زمانی که مشتق اول همیشه چی باشه مثبت آیا قیمت وجود داره که این منفی بسازه تابع ما پولینوم از دوستان اگر پولینوم باشه دومنش از منفی لایتنی تا به مثبت لایتنی است از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی یعنی تمام اعداد حقیقی را اگر وزن کنیم اینجا چی مثبت چی منفی توان جفت دارم توان جفت پس رو مثبت می‌سازم اگر مثبت دو بودم مثبت می‌سازم منفی دو بودم بازم مثبت می‌سازم و با یک مثبتی که در حال جمع است و با یک مثبتی که در حال ضرب است کلش مثبت است هر چی کنی پس مثبت میشه چی نتیجه می گیرم؟ این نتیجه را که اف زبر x همیشه بزرگتر از چی میشه صفر یعنی هر قیمتی بیتی کلش مثبت است وقت مثبت میشه چی میگیم همواره متزاید تابع ما چیست؟ سودی است یا همواره متزاید است بریم دوستان به سمت مثال دوم مثال دوم در سلایت ببینین دوستان مفتد تابع FX اکس مساوی است با. اکس مکب منفی سه اکس مثبت پنج اینو میخوایم بررسی کنیم گفته در کدام انتروال متناقص است میخوایم انتروالی که متناقص رو بررسی کنید پیداش کنیم دوستان خب اینجا دوستان متوجه باشیم بیاییم بازم اول مشتق اول میگیریم اف زبر x مصایی به مشتق بگی سه x مربع منفی سه عدد ثابت و مخصفر میشه خلاص آیا این همیشه مثبت است؟ نه بعضی قیمت های وجود داره گیر خورد بسازه و مثبت یک عدد مثبت خورد منفیه منفی یک عدد دیگر جوابش منفی میشه اگر منفی شد تا سی چی میشه متناقض پس ما فعلا چیزی گفتن همه تانم. مثل از این کلی نیست که بگیم تو همیشه مثبت هستی همیشه مثبت یا همواره مثبت هستی متضاد هستی پس دو تا در رسی شود چه خاصی بررسی کنم میشم دو کف دیگه دو تا متوجه باشین دو کپ دیگه که مهم است برای تعیین وضعیت از این دو, دو با تا دو نکته رو میگم خوب دقت هم میدن شما از تعیین جدول اشاره مشتق اول استفاده کنین البته کار میکنم یک نکته بسیار مهم و اگر دوستا تابعتان همیشه متزاید باشه یا همیشه متناقص باشه او راست نداره راست جایی است که یک قسمت سود باشه یک قسمت نزول یک قسمت نزول باشه یک قسمت سود اگر همواره متزاید یا متناقص باشه راستی در کار نیست راست ندارم و بخوایم نویت رأس ها را پیدا کنم یا سودی نزولی رو تعیین کنم میتونم از جدول تعیین اشاره هم استفاده کنم بیان دوستا ببینیم چه میتونم استفاده کنم خب من میخوام از تعیین جدول اشاره پیش برم پس میایم 3x مربع منفی 3 را مساوی قرار میدم می با صفر میخوام تعیین اشاره کنم چه وقت مثبت است وقت منفی است چه وقت x مربع x مربع مساوی با منفی میشه 3 ضریبم دارم 3 با 3 خلاص x مربع مساوی یک اضافه جذر میگیریم جذر x مربع x یک مثبت منفی یک پس در دو نقطه این صفر میشه در دو نقطه تابعی ما صفر میشه که یکیش مثبت یک است اول قیمت کمتر میمانیم در محور ادا سمت چپ ادا کم سمت راست ادا بزرگ مثبت یک اینجا تابع صفر میشه خب دوستان اولی یا ضریب بزرگترین حد چی است مثبت خانه اول هم مثبت میگیرم منفی مثبت به این روش بسیار بس بود. ما شما تا میره چی کنیم تعیین اشاره کنیم یعنی چی دوستان متوجه ما چی تعیین اشاره کردم خوب دقت کنید شما اینجا اگر این قیمت های خود x باشه یکی از اف زبر x اینجا کی است خود تابع اف x خب در جایی که اف زبر x یعنی مشتق مثبت باشد تابع ما چه قسمی است دوستان تابع ما تابع ما تابع ما بگن چی است بگن. بگین مشتق مثبت تابه چیست؟ سودی. به این قسمت سعود میکنه اینجا منفی پس نزول میکنه اینجا مثبت است چی میکنه؟ سعود میکنه پس از من کجا رو خواسته؟ انترواله که این منفی باشه در کجا مشتق اول منفی است یا نزولی است یا متناقص است از منفی یک تابهش کجا؟ مثبت یک انتروال تناقص تابه یا در جایی کتابه تابه متناقص است از منفی یک است تابه چی؟ مثبت یک و این قسمت سودی این قسمت هم سودی دوستا بسیار واضح معلوم میشه که در خود منفی یک تابع دارای رس است و در مثبت یک هم تابع چی است دارای رس است چرا در جایی که مشتق اول صفر شود این دو نقطه مشتق اول صفر میشه ما شما گفتیم جایی که مشتق اول صفر شود و رس است خب این قسمت اگر خوب دقت کنی رس مثبت رس بالاست رس ما مکزیمم است از همیست و اینجا رس ما چی منی ما محسوس دوستا که ما شما تانسته میره تقییم کنیم و بررسی کنیم خب دوستای عزیز ما این بود درس امروز ما راجب تحولات تابین. ان در درس های بعدی مثال بیشتر کار میکنیم و میپردازیم به موضوعات دیگر تا درس بعدی خداوند نگهدارتان موفق و سربلند باشین